میگوید تا زمانی که رقم مرگ میر مادران کاهش نیابد افغانستان هیچگاهی بر رفاه و آسایش دائمی نخواهد رسید. این وزارت میگوید که با وجود تلاش ها در چند سال گذشته اما هنوز رقم مرگ و میر مادران و کودکان در کشور نگران کننده است. در همین حال این وزارت 30 تن از قابله ها را به کمک مالی اداره توسعه بین المللی امریکا برای ارتقای ظرفیتشان به مصر میفرستد. مسافر قوقندی با جزئیات بیشتر. تنقیص مرگ و میر مادران تنها یک آرمان صحی نیست، بلکه تنقیص مرگ و میر مادران یک هدف انکشافی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. ما نمیتونیم یک افغانستان متمدن داشته باشیم تا زمانی که صحت مادران و اطفال در او تأمین نشود. همانطور که سرپرست وزارت صحت عامه میگوید، کشور هنوز با چالش های بزرگ صحی چون مرگ میر مادران و کودکان مواجه است. خانم دلیل میگوید که یکی از اهداف بزرگ این وزارت در 3 سال آینده توجه به آموزش دایه‌های مسلکی یا قابله‌ها است. مؤثرترین شیوه برای کاهش مرگ و میر مادرها تربیه افراد ماهر و مسلکی و توظیفشان در نقاط دوردست در ولسوالی‌ها و در ولایات است که در هنگام حمل، در هنگام زایمان و بعد از او برای مادرها و برای اطفال کمک کنند. در همین حال امروز برای نخستین بار وزارت صحت عامه 30 تن قابله را از ولایات مختلف برای ارتقای ظرفیت مصر می فرستد. این برنامه که از سوی اداره توسعه بین المللی امریکا تمویل می شود به مدت 15 روز در اینستیتوت خدمات صحی سوزان مبارک شهر اسکندریه مصر برگزار می شود. امروز 30 تن از خواهران قابله ما از ولایات کشور با شمول ولایات خیلی دوردست مثل ننگرهار، کندهار، دایکندی، غور، بامیان و سایر ولایات برای یک پروگرام آموزشی عازم کشور مصر میشن. پیام ما به دونارهای دیگه ای هست که در این تلاش، در این کوشش با وزارت همگام شوند و ما کمک کنند تا ما تعلیمات قابلگی در افغانستان ارتقا و توسعه بدیم. این تلاش ها در حال صورت می گیرد که در کنفرانس کابل امریکا در بخش آموزش قابله ها 37 میلیون دلار را در 4 سال آینده به وزارت صحت عامه وعده کرد. بر اساس آمارهای وزارت صحت عامه از هر 9 زن افغان 1 تن در معرض خطر مرگ در هنگام زایمان قرار دارد. این آمار نشان می دهد که در هر ساعت 15 کودک زیر 1 سال و 22 کودک زیر 5 سال نیز در افغانستان با دلیل نبود امکانات صحی جان می دهند. وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان هم برای فردا چنین پیش بینی شده است. We'll be right back.